در 60 دقیقه آینده با این برنامه گذار کاری از شورای مدیریت گذار با شما خواهیم بود. تا ضمن اینکه شما بیشتر و بهتر با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف شورای مدیریت گذار آشنا می‌شوید، ما هم پلی باشیم برای شنیدن و دیدن آنچه شما در مسیر این گذار و آن نیاز دارید. من مرجان نقی از استودیوی تلویزیون شورای مدیریت گذار با دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف این تلویزیون هر شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران از طریق کانال تلویزیونی ایران فردا با شما خواهیم بود. همونطور که میدونید گسل مرکز و پیرامون یا همان مسئله اقوام و ادیان و ملیت‌های ایران یکی از بزرگترین گسل‌های موجود در جامعه کنونی ایران ماست. این گسل در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی عمق و وسعت بی‌سابقه‌ای داشته و به یکی از حادترین بحران‌های جامعه تبدیل شده. شورای مدیریت گذار با پذیرفتن حق آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری و سیستم غیر متمرکز حکومتی مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی و حق داشتن پارلمان‌های محلی در سند رویکردها و ارزش‌های خود گام بزرگی در راستای حصول به یک توافق ملی برداشته. علاوه بر این، شورای گذار با برخورداری از شخصیت‌های دارای نفوذ اتنیک ایران در شورا و کارگروه اتنیک به شورای گذار می‌کوشد. علاوه بر کوشش در مسیر رفع تبعیض‌های نهادینه در آینده ایران هم پلی باشد برای تفاهم و جلب اعتماد کوشندگان مدنی و سیاسی دو سوی این گسل در جهت ایجاد زمینه برای کوشش‌های مشترک در جهت گذار از این نظام تبعیض بنیان و ستمگر به یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و ایجاد جامعه‌ای بدون تبعیض‌های ساختاری. از همکارانم میخوام که ارتباط ما رو با سرکار خانم ناهید بهمنی از اعضای شورای رهبری حزب کمونه کارگر کردستان ایران که از فعالین بنام هم هستن و عضو شورای کارگزار و دبیر کارگروه اتنیک هستن، به همراه یکی از اعضای کارگروه آقای یوسف کر که فعال فرهنگی و سیاسی از ترکمن هستن فراهم کنن. با شما خواهیم بود. سلام عرض میکنم خدمت خانم بهمنی و آقای یوسف کر. خانم بهمنی، اجازه میخواستم صحبت رو با شما شروع کنم. آیا این مصوبه شورای گذار رو شما هم یک سند تفاهم و حاوی نکات رضایت بخش میدونید که ظرفیت جلب اعتماد اتنیک ایران رو داشته باشه؟ با سلام خدمت شما برگزار کنندگان این برنامه و شنوندگان و بینندگان عزیز، بله، من فکر میکنم با توجه به اینکه مشکل و معضل مسئله ملی در ایران قدمت 100 ساله داره و پیاپی به وسیله این تبعیضات و این گسلهایی که ایجاد شده بر اساس حکمرانی حکومتهای تبعیض محور، این گسل تا اومده بیشتر شده و فرق و تبعیضات قائل شده میان مرکز و حاشیه به هر حال به طور متمادی و در برهه‌های گوناگون ادامه داشته و متاسفانه جریان‌ها تا به امروز هم جریان‌ها و گروه‌ها و احزابی که خودشون رو به این امر مشروف بدارن و بهش بپردازن آنچنان قابل توجه نبوده یا فراافکنی شده یا منکر وجود تبعیضات شدن و یا اینکه اگه مطرح هم شده بسیار به صورت حاشیه‌ای و هیچ وقت به عنوان موزل اجتماعی اقتصادی سیاسی به میان نیامده. ایران با یک کشور ملون مرکب از ملیت‌های مختلف حاشیه نشین هست که جمعیت قابل توجهی رو به خودش اختصاص میده و نقش مهمی در عرصه های گوناگون حیات سیاسی اجتماعی ایران دارن و لازمه نیروهای سیاسی، مجامع گوناگون، آنان که دستی در کار دارن برای اداره امور و حاکمیت در ایران، راستش نمیتونن از این مسئله صرف نظر کنن و نپردازن به سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت ایران. بنابراین به نظر من شورای مدیریت گذار شاید از معدود تشکل‌هایی است که به این مسئله به طور جدی پرداخته و اسنادی رو در دستور کار و سیاست خودش گذاشته که تا حد زیادی اون به اصطلاح
درخواست ها، خواسته ها، مطالبات و هویت طلبی به طور کلی و جایگاهی رو که این نیروها و این جمعیت مورد تبعیض اتنیک در ایران دارن به حال بهش پرداخته و مورد نظر قرار داده. به عنوان نمونه بسیاری از اسنادی که در اینجا هست حالا ممکنه تماما قابل قبول همه آحاد و مجامع اتنیک نباشه، ولی به طور نسبی به نظر من به مسائلی پرداخته که خودش محتوای تبعیض ملی در ایران برش استواره، از قبیل آموزش و پرورش به زبان مادری. بله، اتفاقا توی سوال بعدیت میخواستم همین سوال رو بپرسم. اگر اجازه بدید من ابتدا از آقای یوسف کور عزیز بپرسم نظر شما در این مورد چیه؟ بله، من هم سلام عرض میکنم به شما و بینندگان. به هر حال این که کردیم به اصطلاح یکی از مهمترین موزل یا موزل ایران هست و شورای گذار هم از اونجا که میخواد به دموکراسی گذار کنه، دموکراسی بدون قانون و بدون اینکه مملکت وارد به یک توسعه پایدار بشه صورت نمیگیره و این بدون دموکراسی غیر ممکنه. اون وقت نمیشه که بخش بزرگی از این کشور و از این ایران رو به اصطلاح الان ما به عنوان پیرامونی نامی بریم دارای مسائلی هستند که عمدتاً جنبه تبعیض بشر و بشری داره، یعنی تبعیض صورت میگیره و این تبعیض باید از بین بره. این تبعیض از بین نره نمیتونه وارد دموکراسی و قانونیت اینا بشه. و برای کشور ما که الان در یه وضعیتی قرار گرفته که هر کس مجبور هست توی این تغییر تحولاتی که به سرعت در سطح جهان داره پیش میره و کشور ما متاسفانه روز به روز به مثلا مسائل مشکلاتش عدیده میشه، بیشتر میشه، رو به افزایش هستیم. از هر جنبه نگاه کنیم، از اقتصادی، توان مالی مردم، از هر جنبه نگاه کنیم مسئله روی هم میاد و انباشته داره میشه، چیزی هم حل نمیشه. اینه که در اینجا اون چه که صورت گرفته، یعنی به عنوان مصوبه در اومده در شورای مدیریت و گذار، ما میبینیم در راه حل این قضیه است، از بین بردن. یعنی خانم بهمنی هم اشاره کرد برای اینکه همه بدبختی ها بر اساس تبعیض محور صورت چیز بوده، غسل هایی که وجود داشته اینا، در راه از بین بردن این تبعیض هست. و خب این طبیعیه که یه بخش بزرگی از این مسئله کشور ما که بتونه این گذر در اون صورت بگیره خیلی قابل توجه هست و کار به جای صورت گرفته. و من فکر میکنم برای کسانی که مثلا واقع بینانه میخوان با مسئله برخورد کنن، مسئله را اینجوری ببینن که به شکل علمی مرحله مرحله جلو بره، اینا در نظر گرفته شده. بذارید من با بحث رو به ادامه‌ش رو به خانم از خانم بهمنی این سوال رو داشته باشم، به خاطر اینکه در واقع ما می‌خوایم کارگروه اتنیک رو به بیننده‌های عزیزمون معرفی کنیم. خانم بهمنی، چه گام‌های عملی در کارگروه اتنیک و یا شورای گذار در ایجاد اعتماد و در واقع شروع دیالوگ بین دو سوی این گسل برداشته شده؟ پیش از هر قبل از هر چیز فکر می‌کنم خود مفاد و اسناد شورا در حال گویای این هست که این جمع به عنوان شورای مدیریت گذار به این مسئله اهمیت فراوان داده و خود اسنادش تا حد زیادی همونطور که در پرسش قبلی هم عرض کردم گویای این هست که به این مسائلی که مورد توجه مردمان مورد تبعیض به نام گروه های اتنیکی در ایران هست میپردازه، این خودش تا درجه زیادی اعتماد رو میتونه جلب کنه. امری چون آموزش به زبان مادری، تبعیت از داده های حقوق بشری جهان شمول که بخش بسیار مهمش حقوق افراد و آحاد در اعلام هویت و حقوق به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و الی آخر اونها، و بعد اداره مملکت به صورت عدم تمرکز، یعنی تفویض اختیارات از کم کرده از مرکز و سپرده به حاشیه ها و اونها در سرنوشت خودشون در اداره امور دخیل باشن،
و وجود مجامع و نهادهای محلی و در مناطق اتنیک که بتونه بخش مهمی از این اختیارات رو به عهده بگیره و در اداره امور سرنوشت خودش دخیل باشه، و همچنین اتکا به نیروهای محلی و نیروهایی که در حواشی مملکت ایران ساکنند که کم هم نیستند و اینها به اصطلاح اثرات دیکتاتوری ببخشید امپراتوری های گذشته است، بنابراین فرهنگ های مختلف رو در بر میگیره، زبان و گویش های مختلفی، اینها صرف نظر از هر نوع تبعیضی که تا کنون برشون روا داشته شده بتونن در آینده دموکراتیک ایران در سرنوشت خودشون دخیل باشن. این مبانی در خود کمی اسناد شورا مستطره و به نظر من اگر حتی به طور کامل نه ولی به طور نسبی تا حد زیادی میتونه توجه مردمان سرکوب شده و تبعیض بروارد شده کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و بقیه ملیت ها و اقوام مختلف ایرانی مهم باشه و مورد توجه قرار بگیره. درسته. آقای کرد، فکر میکنید چرا رفع برخی از این تبعیض ها رو چرا برخی تبعیض ها رو در جهت تجزیه ایران نامگذاری میکنن؟ بله، یکی از معضلات ماست. یک کار خیر خوبی که به اصطلاح نیاز تاریخی به مطالبات زمان است، میخواد صورت بگیره برای آینده بهتر کشورمون، جامعه که اونجا زندگی میکنند و از اونجایی که این اصطلاح پیرامونی ها در منطقه خارج از ایران هم حضور دارند که اصطلاح بهبود وضعیت ایران خانخواب تو منطقه هم مستقیم تأثیر میذاره، با نگرانی هایی با در گذشته با ذهنیت هایی که صورت گرفته اصطلاح تقویت شده در دوره های گذشته رژیم اصطلاح دیکتاتوری شاهنشاهی بعد دیکتاتوری اسلامی و فلان، اینا همه اینا یک سری به اصطلاح زمینهای اعتماد از بین برده و خوشبختانه مصوبات شورای گذار اینا رو در نظر گرفته که بتونه بین اینا اعتماد سازی بکنه، تفاهم ایجاد کنه نیروهای پیرامونی مرکزی بتونن این به اصطلاح تفاهم لازم داشته باشن و هر نوع به اصطلاح حق و حقوق دادن و تلاش در راه از بین بردن تبعیض این نیست که سبب خط مملکت تجزیه بشه. درست. اون مملکت فقط مال شما نیست، مال همه ایرانی، مال همه ایرانی هست. وقتی اینجوری نگاه کنی میبینی همه ایرانی ها موظفن و هم مجبورن ازشون زمان و روزگار میطلبه که با هم همکاری کنن بتونن تمام این تخریباتی که صورت گرفته از بین ببرن، بعد بتونن بسازن و برن جلو. مسئله سر این هست، نه سر این که ما بعضا دیگه بردیم بخواییم بحث تجزیه در واقع در کار باشه. درسته. بله بله. در حال این بهره برداری هایی که لازم بوده در دوره های گذشته صورت گرفته، کارهایی که تبلیغات هایی که صورت گرفته هنوز به اصطلاح تأثیرات خودشو داره و من اعتقاد دارم با یه مقدار به اصطلاح با هم جلو رفتن بسیاری از این چیزا زدوده خواهد شد. امیدواریم اینطور باشه. خانم بهمنی گرامی، لطفاً به طور خلاصه نقشه راه آینده شورای گذار و در واقع کارگروه اتنیک رو در شورای گذار در مسیر ایجاد این تفاهم ملی برای بیننده های ما توضیح بدیم. شکاف های عمیقی از قدیم الایام بین آنان که مرکزگرا و بودند و مسئله معضلات و تبعیضات ملی در ایران رو انکار می‌کردند از طرفی است و از جانب دیگر نسبت به حقوق آنهایی که بالاخره تحت ستمن و یا طیف‌ها و مجامعی که هویت طلب بودن، این شکاف مستمراً عمیق‌تر و عمیق‌تر شده با سیاست‌های تبعیض بنیاد هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی. به نظر من امروز میره که این شکاف‌ها با همچین سیاست‌های از قبیل سیاست‌ها و اسنادی که مدون هست در شورای مدیریت گذار و سایر گروه‌هایی که در این عرصه خودشون رو آزادی خواهتر می‌نامند و بالاخره با سیاست‌هاشون آزادی بیشتری رو در این عرصه و حق خواهی بیشتری رو خواهانند کمتر بشه و هرچی به نسبت این شکاف کمتر بشه، امر دموکراسی و ایرانی آزاد و دموکرات در آینده بیشتر میسر میشه. به هر حال فکر می‌کنم که
خود شورای وزار اولا با مدون کردن این اسناد گام مهمی در راه رفع این تبعیضات در آینده ایران برداشته و بعد از اون این اسناد نباید بر روی کاغذ بمونن، باید به صورت نقشه عملهای عملی در بیان و به کار گرفته بشن به وسیله فعالین آزادی خواه و دموکرات و آزادی طلب و برابری طلب، چه در خود شورا و چه در بیرون اون، در ائتلاف هایی که شورا با سایر آزادی خواهان و مجامع و احزاب مختلف که یکی از اولویت های سیاسیش هست تشکیل خواهد داد و میره به سوی این که بتونن یک ائتلاف ملی مبتنی بر رفع هر گونه تبعیض دادخواهانه رو برای تمام آحاد و ساکنان ایران طلب کنن. و فکر میکنم نقش عمل اینه که هرچه بیشتر تمام کسانی که با شورا در این مسئله، شورای مدیریت گذار، هم رأی و هم فکر هستند، باید تلاش کنند که در صدد آگاهگری بیشتر در این زمینه ها، صحبت‌های بیشتر، ترتیب سمینارهای بیشتر و نوعی این موضوع رو هرچه بیشتر از حاشیه به متن آوردن و روش تمرکز قابل توجه هایی که وجود داره. ما حتما این کار رو خانم بهمنی انجام خواهیم داد. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه‌های دیگر کارگروه باز هم میزبان شما و دیگر اعضای گروه اتنیک باشیم تا بتونیم بیشتر در مورد این تبعیض‌ها صحبت کنیم و بتونیم راهی رو پیدا کنیم که تعداد بیشتری همسو بشن و به درک بیشتر و شناخت بیشتری از اتنیک برسن. من از هر دوی شما دو مرتبه تشکر می‌کنم که وقت گذاشتید و در برنامه خودتون حاضر شدید. خدا نگهدارتون. سلام بر شما. برنامه این هفته ما بررسی تحلیلی نقطه همگرایی اعتراضات و اعتراف حکومت به نارضایتی مردمه. مهمان برنامه مهندس حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار هستند. آقای شریعت مداری، این هفته شاهد اعتراضات ده‌ها آتش نشان بودیم که در نوع خودش منحصر به فرد بود. 19 دی هم تجمع صدها نفر از کارکنان قوه قضاییه رو در خبرها داشتیم. با توجه به اینکه اعتراضات و اعتصاباتی هم در صنف معلمان و کارگران وجود داشته و هنوز پاسخ درخور توجهی از طرف حکومت جمهوری اسلامی این عزیزانمون دریافت نکردن، به نظر میرسه شرایط کشور در حالت بحران مطالبات انباشته قرار گرفته. به نظر شما نقطه همگرایی و پیوستگی این اعتراضات با توجه به تنوع مطالبات کجا خواهد بود؟ خب علاوه بر تنوع مطالبات، تعداد تکرار اونها هم قابل توجهه. شاید روزانه تعداد زیادی اعتصاب و اعتراض که بالای 100 تا حد زده میشه در سراسر کشور وجود داره و این نشان میده که عمق نارضایتی به قدری است که زندگانی و اختلال معیشتی مردم رو به مبارزه با حکومت و بر محور مطالبات مدنی خودشون کشیده. در حقیقت به تعبیر ما حکومت در محاصره مدنی شهروندانی قرار گرفته که به حقوق خودشون آگاهند و اون رو مطالبه میکنند. البته در بین همه این اعتراضات و اعتصابات، اعتراضات و اعتصابات معلمان و کارگران جای به خصوصی داره، به خصوص معلمان که از یک طرف سراسری است، یعنی این حکومت نتوانسته ارتباط سراسری اونها رو با هم قطع بکنه و یک شبکه عظیمی در همه مملکت هستند، ثانیاً یک نوعی پلی هستند بین گسلهای بزرگی که عرضی و طولی در جامعه ایران هست، یعنی بر روی گسل قومی، گسل معیشتی، گسل جوانان و گسل زنان و گسل جنسیتی پل میزنند. در بین اونها عده زیادی زن هست، جوان هست، عده زیادی از اهل اتنیک و پیرامون ایران هستند و با وجود گسل‌هایی که در صحنه دیگر مطالبات سیاسی دارند، در این مطالبات با هم متحدند. از سوی دیگر اینا متعلق به طبقه متوسط جامعه هستند، دستی به طبقه بالا دارند، کودکان اونها رو اینا آموزش میدن و بنابراین اینا که خود از طبقه متوسطن مانند لولای عمل میکنن بین طبقات پایین جامعه و طبقات متوسط جامعه و اونها رو هم بست میکنن. و از طرف دیگه کارگران هم با وجود اینکه هنوز نتوانستند اعتراضات خودشون رو و اعتصابات رو
سراسری کنند، این قابلیت درشون وجود داره. مثلا در خواسته های معلمان وقتی اونها به اجرای سند 20 یونسکو اشاره میکنند یا میگویند که تعلیم و تربیت نباید ایدئولوژیک باشه یا میگویند آموزش باید مجانی باشه، مشغول یادگیری از جامعه هستند و میخواهند که پایه های اجتماعی مطالبات خودشون رو قوی کنند و این یک نوع مطالبات گزارمحور هست. یعنی در حقیقت آلترناتیوی از قدرت میسازند در مقابل حکومت و این همون نقطه اتصالی است که شما میفرمایید و باید زندگی و سختی معیشت همه رو به این سمت میراند که این نظام نمیخواهد و نمیتواند این مطالبات رو عملی کنه و باید از اون گذشت. آقای شریعت مداری، در ایران 26 و 27 دی ماه همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در بخشی از این همایش گفتند که ما در وزارت کشور پژوهش‌های زیادی انجام دادیم و به افزایش دو شاخص مهم اشاره کردند. شاخص گرایش مردم به حکومت غیردینی و دوم میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور. به نظر شما این اعتراف وزارت کشور حکومت جمهوری اسلامی نشانه چی هستش؟ با توجه به گسترش انکارناپذیر اعتراضات، آیا باید منتظر تغییرات درونی در حکومت و پاسخ به مطالبات مردم باشیم یا همچنان اعتراضات مردم در واقع با سرکوب مواجه خواهد شد؟ به نظر میاد در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم آقای شریعت مداری. بله، از این نظر که حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های اقتدارگرا ابتدا تا این مطالبات عمق و وسعت پیدا نکرده و همه گیر نشده، اول اونو انکار میکنن و میگوین اینها خس و خاشاک اجتماعن، اینها کسی نیستن، عددی نیستن، مبلغی نیستن و با الفاظ حقارت‌آمیز سعی میکنن اون رو ندیده بکنن. در مرحله دوم مجبور به اقرار میشن که مرحله کنونیست، هرچند معاون وزیر کشور کافی بر این اقرار نیست ولی به تدریج گسترش پیدا خواهد کرد. مرحله بعدی مرحله تمکین به واقعیات و قبول به رسمیت شناختن واقعیات و مذاکرات با کسانی که ذینفعند و اپوزیسیون ایران، و مرحله بعدی گذار واقعیات از روی اونها و تسلیم اونها به واقعیات و در نتیجه ترک صحنه قدرت که در ایران اتفاق خواهد افتاد و ما باید منتظر چنین روزهایی باشیم، هرچند که نه زمان رو میتوان تعیین کرد و نه مسیر اون رو به دقت میتوان پیش بینی کرد، ولی به طور کلی میتوان گفت که این مسیر برگشت ناپذیره و این کار حتما خواهد شد. آقای شریعت مداری، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شب شما بخیر. سلام آقای شهدایی، من میخوام از شما اجازه بگیرم و امروز سه پرسشی رو که بیننده های عزیز ما از طریق رسانه های مختلف شورای مدیریت گذار از ما داشتن ازتون بپرسم، چون برای ما بسیار مهمه که بیننده ها و شنونده های عزیز ما سریعتر به پاسخهای خودشون برسن. یکی از عزیزان به نام آقای علیرضا قربانزاده از شهر کرد برای ما فرستادن که من 4 برنامه گذشته رو دیدم و برای من بسیار این موضوع جدید بود، اینکه بشنوم اپوزیسیون در جناح‌های مختلف بر سر گذار از جمهوری اسلامی با هم متحد شدن. حالا سوال من اینه که با برآورد شما چند درصد مردم ایران اصلا از چنین چیزی آگاهن و با شورای مدیریت گذار آشنا شدن، اصلا از موجودیتش اطلاع دارن؟ چون در طیف دوستان خودم که سوال کردم تقریبا هیچ کدوم از چنین چیزی اطلاع نداشتن. آیا ناآگاهی از طرف ما بوده یا اینکه واقعا اطلاع رسانی کامل و صحیحی نشده؟ برآورد خود شما چیه؟ ضمن اینکه تشکر میکنم از این همیهن عزیز شهر کردی برای سوال خوبشون، ببینید به این شکل میشه پاسخ داد، فکر کنم بتونیم در حقیقت شاید یه سو تفاهمی رو رفع بکنیم. شورای مدیریت گذار در بدو تشکیل خودش دو تا مشخصه بارزی رو در حقیقت داشته که اونو متمایز میکنه از بقیه جریانات اپوزیسیون در سپهر سیاسی ایران. اولا طرح گفتمان گذار هست، طرح یک ایده است، دوما شکل و الگویی رو که در حقیقت برای این ایده مطرح میکنه. آنچه که در حقیقت اتفاق افتاد، گفتمان گذار، خود بعد اول این در حقیقت شورای مدیریت گذار که همون گفتمانش هست، ایدهش هست، ایده ای هستش که در حقیقت در زمان تشکیل شورای مدیریت گذار اغلب سپهر سیاسی ایران، فعالان و انرژی های موجود در جامعه ایران تحت تأثیر و پوشش فضای گفتمان اصلاح طلبی بود. گفتمان گذار در حقیقت نقطه پایانی بود
بر این مسئله و امروز که دید واژه گذار شده در حقیقت موضوعی که همه جریانات سیاسی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند به زبان میآورند. نکته مهم دیگه اینه که در حقیقت اون شکلی رو که در حقیقت ما مطرح کردیم برای این ایده تنوع گفتمانی طیف های مختلفی در جنبش بود، مثل سوسیال دموکرات ها، مثل چپ ها، مثل ملیون، مثل طرفداران مشروطه و در حقیقت جمهوری خواهان ایران. تا به حال چنین ترکیبی نتونسته بود در یک مجموعه حول یک پلتفرم ملی با همدیگه همکاری داشته بده و شورای گذار از این بابت یک نمونه است و نمونه موفقی که بیشتر از 2 سال در حقیقت سر پا ایستاده و با هدف به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تلاش میکنه. سوال مشخص دوست ما این هست که آیا در حقیقت چند درصد، ببینید مخاطبین اصلی شورای مدیریت گذار آن گروه اجتماعی بودند که ما بهش میگیم روشنفکران، الیته، نخبگان سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی و رهبران میدانی. امروز میشه گفت به صراحت میتونم اینو بگم که اغلب این کسان و گروه اجتماعی که من اسم بردم شورای مدیریت گذار رو بدون شک و تردید میشناسن. اینی که در بین مردم ایران، عوام ایران، کسانی که از حوزه سیاست و به اصطلاح کنش های اجتماعی دورتر هستند چند درصد از مردم ایران شورای گذار رو میشناسن، متاسفانه من آماری ندارم و نمیتونم به ایشون بگم. ولی نکته مهم این است که ابتدا تغییر رو در یک جامعه همین نخبگان سیاسی، رهبران میدانی، رهبران اجتماعی ایجاد میکنن و ما به عنوان در حقیقت گروه مورد مخاطبمون رو همین گروه انتخاب کردیم تا از طریق اونها و با کمک اونها و افرادی مثل خود شما که در حقیقت چنین دقتی رو کردید بتونیم این گفتمان رو پیش ببریم. ما مطمئن هستیم که در زمان مناسب همه مردم ایران به گفتمان گذار خواهند پیوست و از این موضوع از سطح در حقیقت فقط نخبگان و کنشگران اجتماعی و سیاسی فراتر خواهد رفت. سپاسگزارم. سوال دوم از طرف خانم سحر باطن‌زاده از استان فارس بوده. فرمودن که سالیان ساله که ما با فقدان چیزی روبرو هستیم که آیا پس از گذار از جمهوری جنایتکار اسلامی میتونیم به اون امید ببندیم یا نه، یا اینکه اصلا و اصولا اپوزیسیون ایرانی سرانجام میتونه و این قدرت رو داره که لااقل سر گذار از جمهوری اسلامی به یک نقطه مشترک برسه و طبق برنامه‌هایی که تا امروز از طریق تلویزیون شما پخش شد به نظر میرسه که اصلا کار شورای مدیریت گذار دقیقاً همینه. بنابراین میخوام کمی بیشتر و صمیمیت‌تر در مورد این موضوع بدونم و دقیقاً چه گروه‌ها، حزب‌ها و چه افرادی موافقت خودشون رو با شورای مدیریت گذار اعلام کردن. بله، در همون راستای سوال اول هست و نکات مهمی توی این قضیه است. طبیعتاً همونجوری که این هموطن عزیز خانم سارا گفتن، ماموریت اصلی شورای گذار به زیر کشیدن حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی است و این کار از 2 طریق انجام میده. در حقیقت 2 تا بازوی اصلی و اجرایی چنین پروژه‌ای، یکیش در حقیقت تکیه به جامعه مدنی ایران، تمام جنبش‌های اجتماعی است که در داخل کشور در جریان هستند، مثل همین جنبش معلمان که امروز در 100 و بیشتر از 80 شهر ایران برگزار شد. بازوی اجرایی و مهم دیگری که در حقیقت مد نظر شورای گذار بوده، ائتلاف وسیع ملی است از همه نیروها و طیف‌های مختلف سیاسی، در حقیقت آن چهره ملی که در حقیقت خودش رو صاحب ایران میدونه، همه گرایشات. شورای گذار میخواست در حقیقت اینو متحقق کنه و در این راه کار کرده و زحمت میکشه و به همین خاطر با همه جریانات سیاسی گفتگو میکنه. ببینید یک نکته رو سرش صحبت بکنیم، توافق یا مبنای همکاری امروز به معنی یکی شدن نیست. لازم نیست همه جریانات بیان زیر پوشش شورای مدیریت گذار. ایده گذار و این شکل در حقیقت کار و این شکل و الگوی همکاری میتونه در همه ایران متحقق بشه. کافی هست که همه جریانات ضمن اینکه مبلغ افکار و به اصطلاح ایده های سیاسی حزب خودشون هستند، به یک نکته توجه کنن. یک، اینکه یک وظیفه ملی هم دارن که فراتر از اون وظیفه حزبی است. 2، اینکه پذیرش تنوع در جامعه ایران رو به رسمیت بشناسن. ما فکر نمی کنیم که در حقیقت ایران فقط یک حزب و یک جریان هست. تعدد کانونی و تنوع فکری در جامعه ایران رو بپذیریم، فراتر از همیشه که وظیفه حزبی ماست کار بکنیم و اون وظیفه ملی رو براش ارزش قائل بشیم. چنین عقلانیت سیاسی رو شورای گذار میخواد و هر کسی این تنوع در چهره ملی رو بپذیره و به وظایف ملی خودش غیر از وظایف حزبیش عمل بکنه، ما فکر میکنیم در چارچوب شورای مدیریت گذار هست و من مطمئنم که چنین
خواهد شد. بله، سوال آخر هم البته در همین راستا هست، ولی یک آقایی به نام آقای خالدان که ننوشتن از کجا هستن، خواستن بدونن بنابراین حالا ما میتونیم ادعا کنیم که سرانجام به نام شورای مدیریت گذار چیزی وجود داره، در واقع یک کورسوی امیدی برای ماست، برای من جوان و دیگر دوستانم که یک روزنه و روشنایی داریم که بتونیم بگیم یه جایی هست که ما میتونیم اطلاعات کافی رو در این مورد به صورت دست اول به دست بیاریم و خودمون اطلاعاتمون رو به اونا بدیم و بدونیم به جایی وابسته نیست و میخواد که واقعا از جمهوری اسلامی گذر کنه. آیا اینو تایید میکنین؟ بله، به این هموطن عزیزم تبریک میگم. باز دقیقا ما به همین وقتی گفتیم شورای گذار میخواد در حقیقت مدعی یک آلترناتیو باشه، به این مفهوم است، به این مفهوم بود که ما از تمام گفتمانی که 42 سال تعلل در آن شده بود بگذاریم و موضوعی رو مطرح بکنیم که واقعا آینده ایران رو تضمین میکنه. ببینید، ما تنها به گذار از جمهوری اسلامی فکر نمی کنیم، بلکه ما به چنان گذاری فکر می کنیم که بعد از آن دموکراسی در ایران مستقر بشه. ما به دنبال گذار و هر قیمتی نیستیم، بلکه ما گذار هدفمندی رو مد نظر داریم که در آن آزادی و آرامش به جامعه برگرده، آزادی و عدالت اجتماعی برگرده و کشوری که هر ایرانی خودش رو در آن صاحب خونه به حساب بیاره، کشوری که فارغ از تبعیض مذهب و جنسیت و قومیت هست و در حقیقت متعلق به همه شهروندان ایران زمین مثل همه جامعه دموکراتیک که در اروپا و در غرب هست. بله، ازتون خدافظی میکنم تا هفته آینده در برنامه شما و شورای دیگر. خدا نگهدارتون. بینندگان عزیز درود، من عادل شریفی هستم، با یک قسمت دیگه از برنامه کندوکاو مهمان خانه های شما هستیم. قسمت اول گفتگوی من رو با دکتر عطا هودشتیان و دکتر آرام حسامی دنبال کردید. الان میپردازیم به ادامه این گفتگو و سوالات جدیدی که پیرامون این مبحث من از این دو بزرگوار میپرسم. جناب آقای حسامی، بحث رسید به جایی که پای شبکه‌های اجتماعی هم به وسط کشیده شد، اشاره شد به این قضیه. خواستم دیدگاه شما رو در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و ارتباطش به رهبری جوامع و جوامع مدرن بدونم. همونطوری که می‌بینیم شبکه‌های اجتماعی توی این دوران گذار خیلی مورد استقبال مردم کشور ما و جامعه‌های نظیر اون قرار گرفته. می‌خواستم این ساختار شبکه‌ای رو شما تحلیلی بکنید و ببینم که از دل اون آیا میتونیم منتظر بروز رهبران میانی و میدانی بیشتر باشیم و چهره های کاریزماتیک دیگه؟ بله، ببینید، اون بر سکه جهانی شدن و در حقیقت شبکه و تکنولوژی اینفورماتیک یا اینفورمیشن تکنولوژی همینه که افراد توانمند میشن، شبکه ها توانمندتر میشن و ارتباطات بیشتر میشه. اگر پرسشتون این هست که آیا بالقوه جامعه مدنی پویای قوی در ایران وجود داره، جواب من هست بله. آیا جوابتون هست آیا حزب به عنوان احزاب مدرن ایران وجود داره؟ نه. اما خب می‌بینید که یک جبهه‌ای هستن، پایداری، کارگزاران و و و، یعنی در حقیقت جناحی کار میکنن و اینا بالقوه همه میتونن حزب باشن. یعنی بالقوه در جامعه مثل جامعه ایران هم قبلا هم بوده هم الان هم هست، یک جامعه پویای در واقع مدنی داره. اما چون آزادی نیست و این مسئله آزادی، ببینید، یک کلمه در تمام قانون اساسی آمریکا و تمام امندمنداش متمماش یک کلمه از احزاب صحبت نمیشه، یک جمله، یک لغت، اصلا لغت حزب وجود نداره. چرا؟ به خاطر که وقتی میگن هر مردم حق دارن یا دولت حق نداره، حکومت حق نداره جلوگیری کنه از آزادی بیان، از آزادی اجتماع، آت این مستتر درش، یعنی در حقیقت حزب به وجود میاد به طور طبیعی. بحث من این است که اگر آزادی باشه، این به طور طبیعی گروه ها و احزاب کار میکنن. در زمان محمد رضا شاه و قبل از مصدق یا بعد از مصدق هم دیدید یه زمانی بود که احزاب در ایران آزاد بودن، یا مثلا تک حزبی کردن ایران به این معنا بود که خب دارین اینا رو از بین میبرید، یا چند حزبی که وابسته بود مثلا ایران نوین. اما سابقه جامعه مدنی پویا در ایران هست و بوده، از مشروطه هم بوده به این بر. حالا آزادی میخواد، بله، بالقوه جواب من هست، بالقوه بله، ولی بالفعل. ولی این مانع از این نمیشه. من میخوام این نکته رو بگم چون اینجا یه زاویه ما داریم با هم، و اون اینه که ببینید، پاپولیست شدن یا پاپولار شدن یا پاپولیستی بودن یا توانمند کردن افراد و شرکت افراد در انتخابات به طور آزاد، یه نتیجه طبیعیش میتونه
پاپولیستی باشه، یعنی رایز یعنی بالا اومدن پاپولیستی. موسولینی و هیتلر در مرحله اول با فشار مردم اومدن سر کار. بنابراین این مسئله رو باید متوجه بشید. وقتی ما میگیم یه جامعه مدنی پویا وجود داره، تنها از نظر من، به نظر من تنها دلیلی که ترامپ کودتا نکرد، داخل این کودتای غیر نظامی بود واقعا این کاری که کردن روز جانویه 6 ژانویه، این تنها دلیلی که این کار رو نکرد این که نمیتونست. اگه میتونست کرده بود. یعنی منظورم اینه که این مسئله یه پاپولیستی، چون مردم بایستی روید، درسته شخصیت ها رو مردم تعیین میکنن، ولی چه شاخص هایی استفاده میکنن که مردم تعیین کنن؟ مثال میزنم، مسئله ناسیونالیستی، یعنی حالا یه نجات پرستی یه جنب باشه، پروتکشنیست و تعریف یعنی گذاشتن یه جنب باشه، سرزنش کشورهای دیگه و مسئول دونستن اونا برای مشکلات داخلی مثل چین و مکزیک و مسئول مسئله آمریکا داشتن، یه بازتاب این ناسیونالیستی و یک نجات پرستی ممکنه باشه و هست. بنابراین وقتی من میگم جامعه مدنی توانمند میشه، این توانمندی میتونه در راستای روی کار آمدن فاشیست باشه، در راستای روی کار آمدن نازیست باشه، در راستای اپارتاید باشه، اینا رژیمای اپارتایدی باشه. بنابراین این یه بخش طبیعیشه. حالا در اون جو کاریزماتیک لیدری که ممکنه به قانون حرکاتش معطوف نباشه یا قانون رو رعایت نکنه خیلی زیاد میشه، چون قبل از که قدرت بگیره یا بعد از اینکه قدرت بگیره. مثال باز میزنم، شما از دونالد ترامپ و پدیده دونالد ترامپ که به قول دکتر روزشتن هنوز تموم نشده، عواقبش هم رو ممکنه ندونیم و بعدا معلوم میشه، یک حزب رو در واقع ایشون هایجک کرده، یعنی رباییدن یه حزب معتبر، یکی از بزرگترین حزب و قدیمیترین احزاب دنیا. بنابراین این پدیده وجود داره. حالا چجوری در یک کشوری مثل ایران که دموکراسی رو هرگز تجربه نکرده میتونه متولد بشه؟ این بحث $1,000,000. سپاسگزارم. جناب آقای هودشتیان، بعد از اینی که خواستم پاسختون رو یا نظرتون رو نسبت به گفته های آقای اسامی بشنویم، یک سوال مشخصی رو من اینجا یادداشت کردم که میخواستم از هر دو شما بزرگوار بپرسم و نظرتون رو بدونم. آیا گسل‌های اجتماعی موجود در ایران اصولا امکانی به یک رهبری با چتر فراگیر ملی مورد توافق همگان میدهد؟ اگر پاسختون منفیه، خب مدل جایگزین شما چی میتونه باشه؟ ببینید اولا اینکه ما باید توجه داشته باشیم که ایالات متحده و مدل‌های مثلا مثل فرانکوفون که فرانکو در واقع مدل‌های فرانسوی تفاوتش خوب روشنه. اینجا واقعا بیشتر در این تحت اثرات ساختار نظامی، ساختار سیاسی انگلستان هستن، استرالیا، کانادا، آمریکا، و اصولا بیشتر مشارکتی هم یعنی سیرکولر گرد هم هستن، مشارکت بیشتر مهمه تا امر اجرایی، در حالی که در فرانسه از ابتدا امر اجرایی خیلی مهمه. خب این امر اجرایی دولت رو برتر میدونه، شخصیت رو برتر میدونه، اقتدار ناپلئونی رو به جلو میندازه و اینکه به اصطلاح نقش احزاب خیلی زیاد میشه. اصولا همه چیز مشروط به اینکه تو از کجا، از کدوم حزب اومدی و بعدم شد از کدوم ایدئولوژی اومدی بعدم شد فلان. حالا این میخوام بگم دو مدل وجود داره، بر همین ما این رو بیشتر در فرانسه میبینیم وجود حزب رو. دومین نکته راجع به شبکه هاست. به زودی شاهد خواهیم بود که شبکه ها از چنان اقتدار همه جانبه پرنفوذ گریزناپذیری برخوردار خواهند بود که اقتدار دولتی آینده هم به شکل پوپولیستی هم به شکل دموکراتیک مشروط و منوط خواهد بود به تایید و حمایت شبکه. که شبکه ها از کجا آمدن؟ شبکه ها مربوط به بدنه، اخشار زیرین و حتی رسم، حتی دولت ها هم شبکه میشن، یعنی تمایل به شبکه میشن، یعنی در واقع شبکه ها رو به خدمت میگیرن، در شبکه ها نفوذ میکنن، بدون شبکه ها حتی قدرت سیاسی هم به حکومت نمیتونه ادامه بده. برای همین شبکه ها بعد بزرگی از حیات سیاسی و حیات اجتماعی رو آینده رو هرچی بیشتر در خواهد داشت و همونطور که اشاره شد خودشون به عبارتی نقش احزاب گذشته رو میگیرن، دستبندی ها تو شبکه ها به وجود میاد، اما نوع سازماندهی اون وقت فرق میکنه. در شبکه ها یک کنسپتی رو من ساختم توی این کتابم به نام سازمان باز، این open organization. این سازمان باز مدلی است که از دل شبکه ها به عنوان سازمان، همونطور که اشاره کردم
دوست عزیزمون میان، یعنی سازمانه، سازمان نه مثل قدیم، ولی نوع سازمان همون چیزیست که در واقع به عبارتی ما قبلا داشتیم، یعنی دستبندی، فرقه گرایی، انواع و اقسام پوپولیستی و غیر پوپولیستی، اما شبکه‌ای نیست، یعنی مدل ارتباط گیری شبکه‌ای نیست و نوع هرمی دیگه نداره. اشاره دیگه ای بکنم نسبت به اینکه مسئله رهبری در دل شبکه‌ها به شکلی دیگه ای عرضه میشه. رهبری از بین نمیره، چیزش، پریزنتیشنش، حضور و ظهورش متفاوت خواهد بود. رهبری وجود خواهد داشت، اما در تمام گرایش‌های نازیستی، فاشیستی که امروز در اروپا وجود داره یا در آمریکای شمالی وجود داشته باشه، شما نگاه کنید نمیبینید که در رأس اینها اقتدار یک رهبری مثل هیتلر رو ببینید که بیاد دوباره. این شبکه قوی‌تر میشه از رهبر، هرچند که رهبرم البته همونطور که اشاره به درستی شد وجود داشته باشه، اما خیلی پایدار نخواهد بود. شبکه ها هستن که بیشتر پایدار خواهند بود و هر چه بیشتر اون رهبره که میاد، رهبر پوپولیستی قبول دارم، کاریزماتیک خواهد بود که دوره‌ای ظهور پیدا میکنه، آنقدر شبکه ها قوی هستن که بخواهند بود که مشروط میشه به این شبکه ها تایید اینا رو باید بگیره برای اینکه به ادامه حیات سیاسی خودش امکان بده. گسل های اجتماعی در ایران آنچنان شده و آنچنان ایران در زیر لایه های رسمی در حوزه آنچه که حداقل من از اون به عنوان جامعه مدنی زیرزمینی نام برم که بدون بلند و بدون نماینده هست، آنچنان قوی و قدرتمند هستند که ظهور یک رهبر، یک رهبر بلا منازعه، یا یک رهبری که بلا منازعه نباشه اما رهبر ملی باشه، اما یک تن باشه، رو اندکی داره تردید میکنه اعتقاد به این رو. در واقع من فکر میکنم که وضعیت اپوزیسیون و وضعیت اون رهبری که بخواد این اپوزیسیون رو بگردونه، هدایت بکنه، انقدر به اصطلاح جای تعمیرکاری و تغییرات و اصلاحات داره که فکر میکنم که بهترین مدل رهبری آینده در چارچوب وضعیت استثنایی ایران و در حال حاضر، فردا شاید اوضاع بشه، هیچ نمیدونیم، ولی در حال حاضر این است که گروه های سیاسی بگرد هم که میآیند بنا به ضرورت دوران، چون سازمان تک دیگه نمیتونه مثل مدل لنینی دیگران رو رقبای خودشو بزنه بر اساس رقابت همین به اصطلاح که در میدان مبارزه هست وزکشی کنه و قدرت از اون خودش بگیره. این مدل دیگه نداره، وجود نداره، این مدل کار نمیکنه، اگرچه خیلی بهش معتقدن. یعنی مدل سازمانی سیاسی که بخواد دیگران رفع کنه در رقابت در واقع داروینیستی، که من فکر کنم در سیاست لنینی دقیقاً مدل داروینیستی وجود داره، دقیقاً همون مدله، مدل دو ستیز لنینی هستش، نامش گذاشتم. این مدل دو ستیز لنینی هم رقیبش رو میزنه هم رژیم رو میخواد بزنه. ما دیگه این لوکس رو نداریم که رقیب رو بخوام بزنیم، رقیب رو باید نزدیک کنیم به خودمون، تفاوت اندیشه رو بفهمیم و بدونیم که یک سازمان به تنهایی نمیتونه رژیم فعلی رو برداره. اگر از این زاویه نگاه بکنیم که مدل آینده و حتی امروز ما مدل ائتلافی باید باشه، مدل شورایی باید باشه و به جای رهبران مدیران رو داریم، به جای رهبران راهبران رو داریم که راهبر در کنار مردم می‌نشینه نه در بالای سر مردم، این بیشتر نشون میده که ما از میون گروه‌های متعدد بهترین و چابک‌ترین و زبده‌ترینشون رو به تدریج می‌بینیم که میان بالا و یک شورای رهبری ایجاد می‌کنن. این شورا بیشتر پاسخگوی ضرورت دوران فعلی شده باشه. بسیار خوب. و اما جناب دکتر آرام حسامی، پاسخ پایانی شما، این گسل‌های اجتماعی موجود در ایران آیا امکانی به یک رهبری، اونم با یک چتر فراگیر ملی که مورد توافق همگان باشد، رو فراهم میکنه؟ این امکان رو میده؟ و اگر پاسختون منفیه، آقای حسامی مدل پیشنهادی شما چیه؟ مشخص شد که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. این شبکه‌ها و آحاد افراد قوی شدن، بنابراین نوع رهبری عوض میشه. ببینید این مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه میترسه. انقلاب 79 که کاریزماتیک لیدر به وجود آورد و مردم و گروه های متفاوت رفتن پشتش به اسم اینکه حالا یا مردم مذهبی هن یا این رهبر توانمند هست و میتونه مثلا یه رژیم رو از بین ببره، باعث شده که حتی گروه های اپوزیسیون خارج از کشور هم نتونن در واقع دنبال پشت یه نفری حتی اگر قابلیت داشته باشه جمع بشن. اما مسئله اینه که من فکر میکنم این با این بحثایی که ما کردیم که حرف ما در حقیقت یکیه، ما میگیم این شبکه‌ای شده، افقی شده و از خود این خودجوش بیرون میاد. بحث اینه که چجوری بیرون میاد و
چگونه بایستی گذر کرد؟ اگر پرسشتون اینه، من فکر کنم کاملا به جای اینکه روی شخص متمرکز باشیم بایستی روی برنامه و پروژه متمرکز باشیم. چه سیاسی، چه سیاست مداری، چه سیاست بازی حتی میتونه یک برنامه ارائه بده که در مطلوب جامعه مدنی پویای در واقع هدفمند سیاسی باشه، چه خارج از کشور چه داخل از کشور، فرق نمی کنه. حتی تو کشورهای غیر دموکراتیک، کشورهای دیگه، شما توی برزیل، توی ونزوئلا، ونزوئلا بله، توی آمریکا، یعنی شما باعث یه طرحی بدید، ارائه دادن اون طرح باعث میشه که مردم در حقیقت به طور خیلی ارگانیک بهش جواب بدن، یعنی اینو به محک آزمون میذارید تو شبکه‌های اجتماعی، تو شبکه‌های سیاسی، و بعد اون طرحی که از توش طراح و استراتژی و نمیدونم استراتژی کلان و تاکتیک در میاد و بعد افراد اینو در واقع طرفداری میکنن. بنابراین در حقیقت صحبت، صحبت راهکار و سیاست گذاری میشه تا شخص یا سیاس، بس اینه. بنابراین اگر میخواید این گسلا رو ببینید، اونی که میتونه گسلا رو حل کنه، اونی که میکنه، ببینید بازم یه تفاوتی من میخوام اینجا بگم، میرم وقت نداریم. قبل از گذار به دموکراسی یا در حین گذار به دموکراسی و بعد از جامعه تشکیل یک در حقیقت مجلس مؤسسان، اینا همه با هم فرق میکنه. شیوه گذار، رهوه گذار و نحوه کارآمدی گروه های سیاسی و شبه سیاسی و مدنی فرق میکنه. ولی من کاملا موافقم که این مسئله شبکه‌ای و بعد پروژه‌ای شده. یعنی شما برنامه‌تون رو ارائه بدید، میخواد دکتر هودشتیان این برنامه رو بده، آرام اسامی این برنامه رو بده، یکیسی توی ایران یه برنامه بده، یکیسی توی کانادا، تو اروپا، توی آلمان. این برنامه است که شبکه‌ها بهش به اصطلاح واکنش نشون میدن، اونو به محک آزمون میذارن، دیگه شخصی و شخصیتی نیست، مسئله پروژه‌ای میشه و اینه که به نظر من میتونه راهگشا باشه. همون گسترایی که میگید همه جا وجود داره، در آمریکا مسئله نژاد و نژادپرستی یه مسئله خیلی مهمیه، مسئله اختلاف طبقاتی مثل اروپا نیست ولی وجود داره الان. بنابراین این یعنی سیاس برسی راهکار نشون بده، ولی برنامه که چون قدرتمند شده جامعه مدنی و افراد، احتمال پروژه‌های متفاوت خیلی زیادتر شده، چون گروه‌های متفاوت میتونن روش کار کنن، نظر بدن و بعد هم رقابت سالم هدفمند دموکراتیک داشته باشن، هم رقابت در واقع پروژه‌ای داشته باشن که کی پول بگیره، کی فاند بگیره، منظورم که بتونه، چون هر پروژه‌ای پول میخواد در حقیقت پیاده بشه. بنابراین همه اینا میشه یک رقابت سالمی، من فکر میکنم، حالا ما ناسالمیشو زیاد دیدیم، سالمی که باعث میشه که اون که سیاس هست و راهکار بلده و سیاستمداره، این راهکار رو ارائه بده و جامعه مدنی نظر میده با همون تیکاشون و با همون کلیکاشون و با همون صحبتاشون. ممنونم از شما دو مهمان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. تا هفته بعد، بدرود. در این قسمت از چرخه استبداد به ذهنیت منفعل دستاورد نظام آموزشی ما خواهیم پرداخت. ذهنیت بشر مدرن جستجوگر و پویاست، یعنی برای هر اتفاقی به دنبال دلیلی است و برای هر حادثه‌ای به دنبال سببی طبیعی و قابل درک و فهم. علم بیش از هر چیز مدیون پویایی ذهن و کنجکاوی بشر است. ذهنیت ما اما چنین نیست. ما هر چرا که قادر به درک آن نیستیم، به جای کشف علت آن به حکمتی فرابشری ارتباط می‌دهیم و غالباً سر می‌جنبانیم و می‌گوییم لابد حکمتی در کار است، مگر بناست که همه چیز را ما بفهمیم و این گونه از کنار آن مسئله رد می‌شویم. فضای رازآلودی بین ما و اتفاقاتی که می‌افتد وجود دارد که به این فضا فقط افراد معدودی از نخبگانی که ما در زمره مریدان آنها به شمار می‌رویم احاطه دارند و از راز و رمزها سر در می‌آورند. چون این ذهنیتی ما را انسان‌های محتاج به تکیه بر دیگران برآورده. ما مانند انسان راه نابلدی هستیم که در جنگلی رها شده و برای گذار از آن در به در به دنبال بزرگتری راه بلد می گردن. و وقتی کسی را مدعی این راه بلد بودن یافتیم و اگر او به قلب ما راه یافت، محکم به او می چسبیم و خود را به او می سپاریم. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این فقط کسانی نیستن که رندانه به دنبال مرید می گردن. ما نیز مشتاقانه به دنبال مراد و پیر و پدر معنوی می گردیم. ذهن ما تشنه کشف واقعیات و یا آموختن علمی آنها نیست، بلکه تشنه تلقین و تزریق آموزه‌های این مرادان و پیران به عنوان حقایق ازلی و ابدی است.
ذهن ما به جای اینکه چشمه جوشان از معلومات علمی و تجربی باشد، بیشتر مانند کویری خشک در انتظار قطرات باران معرفت است که مدعیان معرفت و حکمت در آن بچکانند و آتش دانایی کاذب ما را اشباع نمایند. چرا دانایی کاذب؟ زیرا آنچه به ما میآموزند اغلب بدتر از نادانی است. جامعه استبدادی ما چنین انسانهایی را میخواهد و نظام آموزشی ما نیز بر طبق درخواست جامعه همین نوع انسانها را تحویل اجتماع میدهد و در و تخته به نحو شگفت انگیزی به هم جورند. ذهن پویا اما پرسشگر است و در چنین محیطی پرسشگری فضولی محسوب میشود. حال ببینیم نظام آموزشی ما چگونه این کار را انجام میدهد. ذهن کودک چرایی هر کار را از پدر و مادر خود میپرسد و آنها به او پاسخی درخور میدهند. در دوران مدرسه نیز همین نقش را آموزگاران دارند. بسته به نوع دلایلی که آنها میآورند، به تدریج کودکان فرا میگیرند که برای فهم هر پدیده جدید باید مغز خود را به کار بیاندازند، فکر کنند و راه حل بیابند و یا پاسخی آماده از پدر و مادر و یا معلم دریافت کنند، آسان بپذیرند و آن را قبول کنند. ذهن پویا ذهنی پرسشگر و سختگیر و مطالبه‌گر است و ذهن منفعل ذهنی آسانگیر که منتظر دریافت پاسخ از مقامی فراتر مانند پدر و مادر آموزگار و حفظ و تکرار آن برای دیگران در مقام معلومات یقینی و قطعی است. در نظام آموزشی استبدادی سنتی، پاسخها در بیشتر موارد نقل قول از قدیسین مذهبی و یا شعرهای به نام و اسطوره‌های تاریخی است. در نظام سنتی این نقل قولها را به جای دلایل میپذیرند و نام آنها را ادله نقل مینامند. دلیلها به دو دسته ادله نقلی که همین نقل قولهای تاریخی است و ادله عقلی تقسیم میشوند. ادله نقلی بر دلایل عقلی ترجیح دارد، زیرا دلایل عقلی از مغزهای انسانهای معاصر تراوش میشود و دلایل نقلی حاصل فکر و تجربه انسان‌های مافوق بشری در گذشته بوده است که برتری آنها به ما در این صنف تفکر امری بدیهی است. نظام آموزشی ما انبانی از حفظیات این نقل قول‌ها به جای دلایل در علوم انسانی است. روایتگری به جای پرسشگری، یعنی استخراج پاسخ پرسش‌ها نه از راه پژوهش علمی که از روایات تاریخی و احادیث دینی. ما از قبل پاسخ همه چیز را داریم و هر چیز هم که پاسخی بران نداریم، پیر و مرادی یافت می شود که او به این حقایق احاطه کامل دارد. ذهن منفعل احتیاج به کالبد مطیع و منفعل نیز دارد و تنبیه بدنی و ناسزا و خشونت کلامی نیز افراد را مطیع و منقاد می کند و کار آموزش را برای آموزگارانی با این روش آموزش آسان و میسر می سازد. در حقیقت ما قالبی از مدارس نوین را تقلید کرده، به جای پشتی و نمد صندلی و نیمکت و به جای لوح گلی تخت سیاه و به جای آخوند مکتبی آموزگاری با پیراهن یقه سفید گذاشتیم، ولی محتوای آموزشی ما تغییر چندانی ننموده. از کوزه همان برون تراود که در اوست. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من و همکارانم در بخش‌های مختلف تلویزیون بی‌صبرانه منتظر اظهار نظرها، پیشنهادات و بیشک انتقادات شما هستیم. کلیه اطلاعات لازم و اسناد در دسترس همگان قرار داره. رسانه‌های اجتماعی شورای گذار به طور مستمر برای ترویج و تبلیغ گفتمان شورای گذار و اهداف سیاسی اون در تلاش هستند. در برنامه‌های بعدی هم شما را در جریان تحولات و فعالیت‌های هفتگی شورا قرار خواهیم داد. به امید پیروزی و شادی تمام مردم ایران. خدا نگهدار.